سلام مردم نجیب و شریف افغانستان، سلام به بیرون مرزی ها، کسانی که در بیرون از افغانستان زندگی میکنین. سلام به کسانی که امی لحظه مستطیل طلوع را بیننده هستند و سراچه را میبینین. ما فرهاد رامکی هستم، باز هم خوش آمدین. جمعه شب شد ساعت 7 و حالا برنامه سراچه را شما تماشا میکنید. تشکر میکنم از تمام شما عزیزا و وطندارایم که در نقاط مختلف افغانستان و بیرون از افغانستان که زندگی میکنید برنامه را میبینین و همیشه نظریاتتان را در یوتیوب میخوانم. تشکر از شما. نظریات شما باعث انرژی مثبت است که بر ما انتقال میشه و میتونیم که بیشتر و زیادتر و خوبتر برنامه سراچه را حضورتان تقدیم کنیم. خب بر صورت دوستا امشب هم مهمان داریم، مهمانی که چهره پرحاشیه است و همیشه وقت در مورد چان در برنامه های مختلف شنیدند و دیدند. امشب ما دعوتش کردیم. راستی همراه ازدحام و رابندان شما چطور هستین؟ چقدر شما از پلیس ترافیکایی که در شهر کابل وظیفه انجام میتن راضی هستین؟ بعد از این پلیس ترافیکای عزیزی که خدمت میکنن، نه سردی را میبینند، نه گرمی را میبینند، نه آفتاب را میبینند و نه باران را میبینند. همیشه وقت در خدمت ما شما. چقدر ما شما قدر از اونا را فهمیدیم. من خو از امی لحظه از طریق سراچه سپاسگزار تمام مامورینی که در ریاست ترافیک افغانستان کار میکنن، در بخش‌های مختلف کار میکنن. تشکر میکنم ازشان. ما امشب جناب خیال محمد غاور رئیس ترافیک کابل را دعوت کردیم تا همراهشان قصه کنیم و بیشتر در مورد موضوعات ترافیکی بدانیم و زندگی شخصیشان هم بسیار قصه دارن. جناب غاور صاحب سلام. خیلی تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. بسیار خوشحال شدم. بفرمایید صاحب، بفرمایید. خوب است انشالله؟ الحمدلله. بخیر آمدید. بخیر آمدید. شما جورید بخیر. زنده باشین. یک کدام سلام علیکی با دوستا و وطندارا می داشته باشین. در خدمت شما هستیم. از هر چی پیش و به کارمندای سراچه، از طریق سراچه با هموطنان خود چه در داخل چه در خارج بکنی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد از سلام ما در خدمت هستیم. بخیر باشین. لطف کردید. خوشحال هستم که شما را داریم، به خاطر که من گاه شما را در جاده های کابل میدیدم، در سرک های کابل به خاطر رفع ازدحام کار میکردین، زحمت میکشین، بسیار پیشانی ترش بودین، قار معلوم میشین. مگم از نزدیک قصا نیستین؟ باور کن. بخیر باشین. خوب به یاد دارم زمانی که کابل به دست امارت اسلامی افغانستان سقوط کرد و شما حاکم شدید، تنها کسانی که در کابل هنوز هم به کار خود ادامه دادند اونا پلیس ترافیک بودند در شهر کابل. میدیدیمشان، خوشحال میشدیم و دل میگرفتیم که انشالله خیر خیرت است. اینا پلیس ترافیکا کار میکنه دیگه، انشالله که امنیت هم همه چیز برقرار است. اما در سطح شهر کابل در چند روز گذشته یا در چند ماه گذشته که من همراه پلیس ترافیکا صحبت میکنم، میگن که ما از دوران جمهوریت، ماه سرطان و ماه اسد، 2 ماه ماش دریافت نکردیم تا حاله و ماشات ما بالای دولت مانده. هیچ کس نیست که غم ما را بخوره. چطور میشه جناب رئیس صاحب؟ چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از هر چه پیش شما و از محمد تنارا تشکر میکنیم که غم پلیس ترافیک را میخوری، یعنی غم ما و شما مشترک است. یعنی واقعا که تو یعنی گپ راست است که وقتی امارت الله تعالی بریا نصیب کرده، اشغالگرای ما و شما از وطن برآمده و نمو پلیس ترافیک بود که در خدمت مردم است، هنوز هم است. یعنی پلیس ترافیک خادمین ملت است. روزا که شما میبینی، نه باران را میبینه، نه هوا را میبینه، نه گرمی را میبینه، بسر جاده استاد است. یعنی رهنمایی مردم را میکنه. یعنی میگم که 2 ماه معاش از یا مانده واقعا یه راست است. الحمدلله یعنی مسئله معاشای خالص پلیس ترافیک نه همه کارمندای امارت را که مثلا علی موجود است، چی منفق باشه که موجود در افغانستان باشه اونم مکتوب آمده. الحمدلله با کلی معاشات اجرا میشه. با این پروسه ما کار میکنیم. اونمو بچه مثلا که از من پاک هم باشه یا نه هستی مثلا پیلند در ترافیک بود علی در پیجند فعال و یا پیجندولی غیر فعال است. با اونمو معاش داده میشه. خالص با پلیس ترافیک نی با همه کارمندای دولت انشالله معاش پرداخته میشه. خب بسیار خوب. یکی از افراد که همراهش صحبت کردم از جمع پلیس ترافیکا گفتن که از رئیس صاحب چون یک مولایی است و یک آدم بسیار محترم است از وعده بگیرین کدام تاریخ کدام روز معاشات ما را میپردازن که حداقل از تلویزیون یک وعده شان باش از سقایی که بس ما امروز مراجعه کنیم و بگیریم معاشات خود را. ما یعنی می مکتوب که برای ما آمده و حکم شده ما به اونم روز برای شعبه ریاست شعبه امنیت مالی وظیفه دادیم که می کلی بچه را لیست کنه که چه مدیر ترافیک موجود باشه یا چه افغانستان باشه. اگه اونمو نامده تو کتی اونمو زنگ بزنه اونمو بیا امی جدول ازیر جور کو به وزارت مالیه و به ریاست عمومی ترافیک و وزارت مالیه روان کو که ماشه ازیر پرداخت شوه. نو یعنی می پروسه خو کم زر کلان است طول میکشه خو ان شاء الله به زودی ان شاء الله در مای خود خدا تعالی مهربان است که اجرا شوه ان شاء الله که به خیر یک روز این کار شد. قسمی که در آغاز برنامه گفتم شما جمع مسئولین هستین که روزها در جاده ها و سرک های شهر کابل دیده میشین، وسایل نقلیه را راهنمایی میکنین و ازدحام در کل در قسمت ازدحام کار میکنین که رفع شوی ازدحام. این کارتان به چی معناست؟ میخواین به چشم مردم خود را بزنید که فعالیت میکنین یا نه صادقانه از دل میخواین خدمت کنین به مردم کابل؟ ما یعنی میخو گمان مردم است چه رقم که مردم گمان میکنن. ما که یعنی وظیفه که برای ما سپرده شده از طرف رهبری ما که در ریاست ترافیک آمدیم یعنی یک شعبه بسیار پرکار شعبه است. ما کار مردم عام کتی ازدحام داریم. ما به حیث یک خادم ملت یک همکار ملت یعنی مسئولیت که برای ما سپرده مسئولیت معنا داره. یعنی نه که مسئولیت به رسول الله میگه علی کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. شما مسئول هستی از هر نگاه. ما مسئولیت آری داریم. مسئولیت شعبه چی داریم در ریاست ترافیک کابل که راسه یعنی کلی ولایت‌های ما شما زیاد ازدحام داره. بالخصوص یعنی پایتخت است کابل شهر زیاد ازدحام داره. اینجا مردم زیاد زندگی تیر میکنه. نو به این خاطر ما که میبریم یعنی را ما اول یعنی نگاه میکنیم که یعنی راه که بند میشه یعنی چی مسئولیت داره که به مردم راه خلاص شوه به مردم برو یعنی چی مسئولیت. ما به خاطر یعنی که الله راضی شوه اول ما با کار خود یعنی نگاه میکنیم به اینمی کار الله تعالی از ما راضی میشه اینمی کار خیر ماست اینمی مسئولیت ماست. بعد از او که الله راضی میشه مردم هم راضی میشه. ما که کار میکنیم به خاطر مردم نمیکنیم به خاطر مسئولیت خود میکنیم به خاطر عظیم میکنیم که ما یک خادم عظیم ملت هستیم. نه تنها در کابل در افغانستان در هر گوشه و در هر کنار ما بریم ما ان شاء الله خدمت ملت را میکنیم. به اینمی ما خوش میشیم به اینمی یقین که ما اینمی کار میکنیم به اینمی ما لذت از کار خود میبریم. دین روز به شما خبر بوده که مایپار بند بود. اما یک تانکر گاز شفا شده بود و راه بند بود 4 بجه. خودمو رفتیم بسیار مجاهدین کتی ما بود و کرینه را خود بردیم تا وقت نامدیم که راه خلاص نشود که راه خلاص شده برای مردم رفت آمد شروع کرده. بعد از اومدیم برای بچه هم گفتیم اونجا که پلیس ترافیک پیش ما بود ما بینیم بسیار کار خیر است که برای مردم سهولت باشه بینیم ما خوش میشیم. اگر خودتان نمره بتین کارهایی که در این چند وقتی که شما رئیس ترافیک کابل هستین انجام دادین از 1 تا 10 چند نمره به خود دادید؟ به خودم؟ آها. یعنی نمره خو که میته ونمو از طرف مردم میشه نه از طرف خود که ما میگه که پلیس ترافیک چند نمره بیتی یعنی ما گفتم میته نه برای خود خانه به خاطر که خودتان در رأس اداره کار یعنی ما به قضاوت برای مردم و مردم که میبینه به ونمو اعلام میکنه که برای ما چند نمره میته 1 میته 0 میته 10 میته ونمو کار مردم است. اگه برای ما بگه که با پلیس ترافیک چه نمره میتیم ما خو از 1 گرفته تا 100 ونمو نمره میتیم به خاطر که بسیار خدمت میکنه. یگان بار سرشان خارم میشین یعنی میخو ضرور است که تو سر کار میباشی، کار میکنی، وقتی خنده میشه و کار هم میشه، یعنی می کار شهر کابل با خنده کنترل نمیشه که کم ذره کار نشه مشکل نشه. جالب است. من میگم که هر بار که امروز شما سر خوردیم از سرک عبور کردیم شما را قار دیدیم. خیر مدیریت تانم قسم است که باید به این شکل مدیریت شود شهر کابل. جالب است. و برخوردتان با مردم چطور است؟ با کسانی که راننده هستند در کل گاه اگر از سرک یک طرفه به دست بیای باش چی خواهد کردین شما؟ چی میکنین؟ ما خو اینمی ما قضاوت برای مردم و به ملت خود میمانیم که ما پیش مردم چی سلوک میکنیم. شما در ادارم پرسان کده میتانی، از کارمندای ما شما میتانی، از مردم پرسان کنید. البته مردم که قانون میشکنه با اونمو یکنن کار هم میشیم و قانونم بسر اونمو تطبیق میکنیم. او یرمیرم ندیدیم که مثلا یرمی کی است، از کجا آمده. هر کس که باشه یک طرف آمده اونمو را ایستاد شدیم پرسانش میکنیم، موتر را دور دادیم. الحمدلله الله تعالی اینمی مردم را جزای خیر بیته که مثلا به هر کیفیت و به هر موکب که باشه که مرا ببینه بس دور میخوره نمیه. هر کس که باشه کار میکنه. تشکر جناب رئیس، باید وقفه میگیریم، وقفه را میگیریم ایزا جای نرین. قصه های دیگه هم مانده در مورد زندگی شخصی جناب رئیس صاحب که شما نمیدانین میخوایم بدانین. خوش آمدین بازم. تشکر میکنم از اپی مصف انرژی درنک، انرژی برای تغییر. حتما بنوشید و لذت ببرید. هر زمانی که میفهمین به انرژی نیاز پیدا میکنین حتما اپی مصف انرژی درنک امتحان کنید. شما میتونین امتحان کنید رئیس صاحب. خب رئیس صاحب در گذشته های دورم نه، در گذشته در دوران جمهوریت زمانی که یک مقام عالی رتبه حکومتی از یک مسیر میگذشت خط سیر برش گرفته میشد و تمام موترهای دیگه مردم عام استاد میشدند تا این عالی جناب از سرک عبور کنه. حداقل پروای زیرم نداشتند که کی مریض داره، کی جور است، کی ناجور است، کی خوب است، کی رمی لحظه نیاز داره که باید عاجل به کار خود برسه. مگر آل وضعیت چطور است؟ آل هم شما خط سیر دارید؟ گاه میبینم که یک قسمت سرک یک دو سه نفر از نیروهای امارت اسلامی بند کرده تا یک موتر بگذره، اما خط سیر تا حال ما ندیدیم. راستی شما شرایط دارید؟ الحمدلله یعنی که الله تعالی برای ما و شما یک بسیار احسان برای مردم ملت افغانستان کرده که از اشغالگرای وطن ما شما خلاص شده. بعد از او که امارت آمده، امارت را الله تعالی بریا نصیب کرده. یعنی من کلانهای ما شما، رهبری ما شما ونمو ای رقم رهبری نیست که گذشته که رهبری در جمهوریت بود. هر کس از خدا میترسه، یک کس عالم باشه، مولوی باشه، یک کس که باشه ونمو برای مردم دیگرا زحمت جور نمیکنه. یعنی می خط سیر که میگرفت شما به گفای خود گفتی که برای مردم زحمت بود، مردم تکلیف بود، با مردم مریض و بیچاره ونمو استاد میشد. یعنی ما شما گپاش شنیده بودیم که برای روسیه یعنی چند سرکا چند روز و شب برای بند بود. علی الحمدلله ونمو مشکل ما نداریم. تا می یک نیم سال از ما یعنی درخواستم نشده که مثلا پلا مولوی صاحب یا پلا وزیر صاحب یا پلا رئیس جمهور صاحب یا مثلا رئیس الوزراء صاحب میره از اینجا شما خط سیر بگیره. یعنی مطالبه از ما نشده او خدا تعالی یعنی روز نبیاره که باز یعنی خط سیر ما برای کلانهای خدا بگیریم. یعنی منتظری روز نیستید یا منتظر هستید و خدا نیاره؟ نیاره، منتظر خو نیستیم. یعنی ان شاء الله یعنی رهبری باشه ما شما هیچ انتظار نداریم از یه توقع نداریم که برای ما بگوی که برای ما خط سیر بگیره. یعنی می یک گپ ما از تلویزیون از سراچای برای شما برای ملت خود بسیار به افتخار میکنیم که ما خدمت که میکنیم و شما که در وطن هستیم در یک چتر اسلامی نظام خدمت میکنیم. الحمدلله یک رقم رهبری داریم که در دنیای کوشه هیچ مملکتی یعنی رهبری نداره. یعنی این رقم رهبری ما شما داریم از ادنا گرفته تا اعلی، هیچ هم نشایی ما شما نداریم، یک معتاد چرس و معتاد روئین و معتاد شراب را نداریم. یک قسم بینمازی ما و شما نداریم. هر کس که در ابزار تو میبینی یا در شکل پیم شما میبینی یا در هر سطح شما میبینی، اونم مردم الحمدلله نمازی است. از خدا میترسه. یعنی میگه فکرانه ما و شماست، میگه که از خدا میترسه، از او تو نترس. یعنی مردم که از خدا ترس کنه، بس زندگی بیغم خودتی. بسیار عالی، بسیار عالی. مگر گاه ما متوجه میشم که پیشتر در لابلای صحبت‌هایم گفتم، در یک سرک دو سه نفر از نیروهای امارت اسلامی از یک موتر شیشه سیاه لنگ کروزر پایین میشن، سرک را صاف میکنن، یک قسمت را بند میکنن تا موتر خودشان از سرک عبور کنه. این خلاف اصول نیست؟ برای شما معلوم است که اگر وقت وظیفه اضطراری پیدا میشه یا یک گپ میشه، ونمون میاد که مثلا یک سرک بند کرده، یک دو سه دقیقه ونمون نیروها تیر شده باشه، لیکن این رقم باز هم با مردم خود، با رهبری خود و با یعنی مجاهدین خود که مثلا یعنی کار میکنه، میگیم او گفتیم که یعنی کار نکو. ان شاء الله خدا تعالی مهربان است که آهسته آهسته یعنی اصلاح شود. بسیار خوب. اگر یک هموطن ما جواز رانندگی بخواهد که به دست بیاره، کدام مراحل باید طی بکنه تا برسه به گرفتن جواز رانندگی؟ شما در یک ویدیوی گفته بودید که باید دعای سفر را حفظ داشته باشه تا بتانیم را جواز رانندگی بتیم، یا کدام معیار دیگه هم وجود داره؟ الحمدلله ما و شما خود یک مملکت اسلامی زندگی تیر میکنیم. الحمدلله شکر. یعنی بچه ما و شما کلی مسلمان است، پدر و مادر و پدرکلان و مادرکلان کلی مسلمان است. به اینمی ما افتخار میکنیم که کس کلمه یاد داشت لا اله الا الله و محمد رسول الله با همه کفار بهتر است. یک گپ. یعنی بچه که بر ما بیای لیسنس میگیره، جواز رانندگی میگیره، بر ما هیچ معیار عمری تذکره خود پورا کرده باشه. یک بیا فرمای خود دستکرار را میگه، لیسانس جواز رانندگی را میگیره، با شعبه لیسانس میه و نمود شعبه ما شعبه کورس را داریم، در کورس شامل میشه. یعنی می 15 روز و 10 روز و 20 روز مردم کورس میخوانه، ما بعض از او امتحان عملی و نظری را میگیریم، فرمای چی لیسانس جواز رانندگی را میتیم. یعنی می چیزا ما که برای بچهای خودش هستیم و ما اونجا عملی یعنی می چیزا دیدیم، از بچا پرسان کردیم که بچه‌م شما چی یاد داری، مثلا 12 فاس است، 14 فاس است، لیسانس است. یعنی می که پرسان کردیم که بچه دوای سفر که موتور، مثلا ما شما در موتور میشینیم، مثلا ما شما دوای سفر را یاد داشته باشیم، هر کس که باشه. یعنی می بچای ما که موتروان میشه در موتور میشینه، یعنی می خو باید دوای سفر را بخونه، اونم که بالکل خبر نداره که دوای سفر چی است. یعنی می مکلفیت ریاست ترافیک است که به مردم نشان بده که مثلا ما شما که در موتور میشین چه راکبین باشه، چه درایور باشه، ورنمو دوای سفر را یاد بگیره. ما شما در خانه خدا داخل میشیم، در خانه خدا که داخل میشیم، ما شما که در خانه مردمم داخل میشیم، چیز تیاری میکنیم که در خانه خدا داخل میشیم، در خانه پردگار عالم میریم، اونجا یعنی دعا خو عقلا پیش ما خو احساس است که ما کجا میریم، اینجا باید ما چی بخوانیم. برای بچه یعنی می گفا میکنیم که بچه دوای سفر یا کو بچه مثلا از خانه که بیرون میشه، از خانه چه دعا است، بازار بیارید، بازار کدام دعا است، کلی بچه یاد داره، اکثر یاد داره، مثلا که یاد نداره ونمو یاد میگیره. یعنی کار خیر است. یعنی یک موقع که الله تعالی برای ما شما داده که بچه خود صحیح راهنمایی کنیم. یعنی لازمی نیست که مثلا اگر تو دعا یاد نکردی لیسانس برای شما نمیتیم. یعنی تو دعا یاد نکردی، یک چیز باید یاد بگیره از اینجا که میره، یک چیز که خود ذهن داشته باشه که ولی اینمی چیزا ما سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باید ما یاد نکردیم، بعد از یاد کنیم. چرا باید بچه ما شما را الله تعالی استعداد داده، مکمل استعداد داره که برای اینمی نشاندهی شوه که اینمی کار کو ان شاء الله میکنه. بسیار خوب. مردم ما میدانند، یک تعداد هم مطمئنند با این کار سرکار داشتند. سابق در دوران جمهوریت تعداد از کمیشنکاران در دروازه ریاست ترافیک موجود بود و یک پول ناچیز یا یک پول همراه طرف جرامت میکرد، پول میگرفت، بعد همو جواز رانندگی را به درب منزلش میبرد. حتی هیچ نیاز نبود که 15 روز درس بخونه، هیچ نیاز نبود که امتحان از او گرفته شود، هیچ نیاز نبود که مسائل دیگه را که شما یاد کردید، مستقیم بر جواز رانندگی را میبرد. یک عکسش کار بود، راستی ها ببخشید دوستا، یک عکس کار داشت تا به خاطر که در جواز رانندگی عکس ضروری است. حال چطور است؟ کمیشنکاران تا ندارین در صحنه ریاست ترافیک؟ اینمی گفت که پیش بود مردم میکد. یعنی می برای یک مطلب ما شما در وطن داریم از کلانه که آب از بالا چی میشه، گیل میشه. خت میشه خب. خت میشه. اگز بالا او پاک باشه داخل اگر کم زر گیل هم پیدا شو اونو مرا میبره. یعنی میکشن کاری که بالا موجود بود یعنی می امرای از بالا بود. برای شما علم داری که 5 لک افغانی امرالله ساله به حساب امرالله ساله جمع میشد از ریاست ترافیک هر روز بلا ناغه. یه از کجا پیدا میکرد؟ یه خوازی مردمی کابل ما شما شریف مردمی ما شما از این با کدام اسناد داره؟ شواهد داره؟ نه امری نوزای ما شاهدین است. ما از او پرسان کردیم اونمو گفت که مولیسا علی که میگه پرچه جریمه نیست. او گفت مولیسا پرچه جریمه را خدا کرد که نبیه. یعنی می پرچه جریمه بود برای ما اینمی پخته بود که 50-50 هزار روپیه دا اوزه ما بودیم 50-50 هزار روپیه به اینمی هر اوزه مشخص بود که برای جمع کنه به صاحب برسانه یعنی پیسه. یعنی از کجا پر میکرد که مثلا ترافیک پلیس ترافیک اینمی که خدمت مردم میکنه بدنام است خاص خاطر از دست از مرد بدنام بود. اینمی اداره پلیس ترافیک است. تو میبینید در شهر بیروبار از پیش کدر علی زیاد شده. چرا پیش از دیگر ولایت ها مردمی که زیاد نمی‌آمد که علی میه. پیش یک موترای ما شما به اسناد کابل نداشتیم که علی ما شما داریم. چرا موترای ما در وطن ما شما می‌بینیم تقریباً 100 موترای ما شما که ما در افغانستان داریم 90% موترای ما شما اسناد نداره. که 10% اسناد داره و نمون باقی است. چرا که پرچه جرمه بود باز باقی می‌باشد. یعنی به این خاطر میشد که برای پیسه ازیا بگیره. مثلا موتور اسناد داره و نموم قیمت معلوم بود که ازیا چند پیسه بگیره. موتور که اسناد داشت مثلا باقی بود و نموم قیمت معلوم بود که پیسه چه و نموم پر میکرد بین می جنابا میرفت با هر کس علیحده علیحده ملت ما شما که علی که در بدر است ما شما بیچارگی است و در بدر است از یک فیصله پردگار علم است. دیگر راهبری ما شما که داشتیم بسیار کمزور راهبری بسیار ضعیف راهبری داشتیم در وطن خود. هر کس به جیب خود به خانه خود نظر داشت به ملت خود نظر نداشت. اگر داشته باشد یعنی حال ما شما نمیشون. بخیر باشین رئیس صاحب. ناگزیر هستم که بازم وقفه بگیرم. وقفه را میگیریم ایزا پس از وقفه دوباره برمیگردیم. همچنان سراچه ادامه داره و قصه های جالب که جناب رئیس صاحب داره. یک سلام مجدد دارم به عزیزان که جدیدن همراه ما یک جا شدن سراچه را تماشا میکنن. جناب خیال محمد غاور رئیس ترافیک کابل همراه خود داریم. رئیس صاحب همیشه شما میگین که نظم ترافیکی و قانون ترافیک بالای همه یکسان تطبیق میشه و باید یکسان تطبیق شود. اما خودم شاهد هستم که گاه نیروهای امارت اسلامی نظم را برهم میزنند. گاه اونا مخالف هستند با اینمی نظم و دیسپلین ترافیکی. میبینی سرک یک طرفه است، یک طرفه جاده یک طرفه است. خب بیاد دارم از طرف خلاف آمدند پیشوی محترمه و ما گفتم که مجاهد صاحب سرک یک طرفه است. بعد بسیار زشت و بسیار تند دشنام دادن و گفتن که میتونی خودت گوشه شایی که ما از مسیر میگذریم. چوری کار انجام میتن رئیس صاحب؟ چرا شما بالا از اونا کار نمیشه؟ برای شما بگویم که که بعضی مجاهدین ما یعنی نیروهای امارت اسلامی که منصوب به امارت و به میشه هر کس که میکنه غلط میکنه. یک گپ. دیگر گپ اینمی است که بعضی مردم که در شهر کابل میمونن هیچ ترافیک قوانین ترافیک نمیفهمه. میفهمی شما دیدیم که مردم کلیش در اطراف و در شهر بیرون زندگی تیر کردن که در شهر بیای و نمور به معلوم نمیشه که ما مثلا یعنی جاده یک طرفه است باید اینجا حرکت نکنیم. خو یعنی باید قوانین ترافیک را خوب بشناسه. یعنی خانه جور کردن که است و نمو وقت میخواه. یعنی اصلاحات که در وطن ما شما مکمل 100% ما شما عملی کنیم که هیچ کس در یک طرفه جاده نبیایه و مشکل پیدا نمیشه. یعنی یک زمان کار داره ان شاء الله العزیز الله تعالی مهربان که یعنی مشکل ما شما حل میشه. البته یعنی که روحی زشت میکنه هم غلط میه هم روحی زشت میکنه یعنی کار خطا است. و نمره باید ما یک دیگر را بفذاریم که خدا تعالی شما را خیر بده که تو راهنمایی برای ما دادی و نشان برای ما دادیم. امروز ما غلط شدیم دیگر نمیاییم. یعنی گپ بسیار خوب میباشه. خو یعنی بعض مشکلات ما شما در جامعه خود داریم که به خاطر که ونمو تو می که کنیم تو مثلا خلاف قانون خلاف اصول ترافیک من ونمو بجای نمی که بگوی که خدا تعالی شما را جزای خیر بده بس روی مناسب نه اختیار نمیکنه خدا تعالی ما بس علمی اصلاح شد ان شاء الله که اصلاح شد. اما تا چه وقت ما منتظر باشیم که این اصلاحات به میان بیاید؟ 2 سال از حاکم شدن امارت اسلامی افغانستان گذشت، تا چه زمان دیگه مردم صبر داشته باشند که حداقل همگی شهرنشین شو و به تمام قوانین حرمت بگذارند؟ یعنی میخوام اگه تو پیش از 20 سال جمهوریت تجربه کنی، یه دنیمین 1.5 سال مکمل 100% حل شده. یگان یک واقعه میشه و ربو خلاص و ربو باید انتظار نکنی به نبی خو ما شما دا خب من تا به خاطر از اینکه من به طرفی خود حفظ کرده باشم زیاد تاختم به جمهوریت و زمان جمهوریت، اما باید نایده نگیریم کارهایی که در زمان امارت هم میشه باید یاد شود، دو طرف باید یاد شود. سرنوشت موترهای اکیلی چی میشه رئیس صاحب؟ اکثریت هموطنان ما در شب روز از موترهای اکیلی استفاده میکنه. خبرهای هم به گوش ما میرسه که گویا شما یا ریاست ترافیک کابل موترهای اکیلی را جمع آوری میکنن. بله راست است. یعنی میگم یعنی یک مشکل ما شما در وطن خود داریم که یعنی موتر اکیلی بسیار زیاد از در وطن ما شما. یعنی مشکل که در کابل زیاد شده به یعنی بالا از رهبری برای ما یک مکتوب آمد از مونیت ارشد که یعنی موتر یکیلی که است مثلا بغیر اسناد موتر است هیچ اسنادی معتبر نداره، یعنی میره انتقال کو در شهر که استعداد کو تا وقت که برای از یک طرز العمل جور میشه یعنی میره ایلش نکو یعنی به این خطر مقدم او علم موتر در شهر زیاد موجود داره. خو مشکل یکیلی ما دو رقم ما شما یکیلی موتر داشتیم، یک دست افغانستان ونمو حل شده ونمو میره با گمرک مسئول میته مسئول جمع کنه میای به ریاست عمومی ترافیک از اونجا مکتوب میاره ما اسناد توزیع میکنیم او دیگه یعنی دست پاکستان که ما شما میگیم در وطن ما شما ونمو ان شاء الله مشکل هم شه بزودی ان شاء الله برای از اشتکار توزیع میشه که یعنی موقت اشتکار میتیم که یعنی مشکل مردم حل شوه. در آینده برای از یک تصمیم داریم برای ریاست عمومی ترافیک شریک کنیم که یعنی کمپانی قرارداد شوه یعنی دست پاکستان موترای د افغانستان مکمل باید بند شوه. ما دست افغانستان را داشته باشیم دیگه دستا باید د افغانستان نباشه، دیگه دستا هم دست خود باشن، دیگه دستا دست خود باشه. بله بله ما روان نمی دست خود باشه. یعنی ما یعنی تصمیم داشتیم پیشنهاد شم کردیم که یعنی با یک کمپانی مکمل قرارداد شوه یعنی مشکل مردم هم حل شوه، مردم قوانین ترافیک افغانستان مشکل حل شوه. تشکر از پاسخهای بسیار قناعت بخشتان رئیس. حال یک وقفه بسیار کوتاه داریم، زود برمیگردیم. ریموتایتان را به دستان نگیرین، جای دیگه نرین، ما و جناب رئیس را ببینیم. خیر بشین. خوش آمدین عزیزا و سراچه همچنان ادامه داره. رئیس در مورد لط و کوب همکاران شما یا پلیس ترافیکایی که در گذشته لط و کوب می شدن، بارها در صفحات اجتماعی تصاویر از همکاران شما را دیدیم در دوران جمهوریت لط و کوب می شدند و همراهشان برخورد زشت صورت می گرفت از طرف بعض از چهره ها که هم مردم افغانستان مشخصا مردم کابل شاهد هستند. حالا چطور است؟ حالا از روز که شما به ریاست ترافیک آمدین همچو یک حادثه یا یک واقعه را دارین؟ اینمی پلیس ترافیک یعنی خادمین ملت، خادمین مردم که در خدمت ملت است، در خدمت مردم است. صبح به 6 بجه بیرون میاد تا شام 9 بجه در سرک ایستاده است. کس که خادم خود میزنه ونمو بس چی حسد داره؟ ونمو مردم که خادمین خود ملت خود زرا زده یک ونمو خالص پلیس ترافیک را نزده، کی را نزده، کی را علاقه ده، نه دیگر علاقه ده نه پلیس ترافیک. علی ما شما بین انجام ونمو چی شد؟ خو یعنی 1.5 سال که ما آمدیم الحمدلله ای رقم واقعه که پلیس ترافیک ما یک وزیر سبی ما یا مثلا کلانهای ما یا مثلا باید سوی که داشته باشه که پلیس ترافیک را زده، پلیس ترافیک بری ما آمده، هیچ ما ندیدیم. البته پیش موتروانای ما کس کتی موتروانای یکان روز دست و گریوان میشه و نمو که بیا و نمو رو اونجا حل و فصل میکنیم انشاءالله مسئله حل میشه. یعنی موتروانای خب برای شما معلوم است که ما شما در اگر این یک دوسیه آدرس داشتم براتون میدادم. یعنی به خاطر که ما شما در شهر کابل ایستگاه‌های مشخص نداریم، مثلا اینمی چیزای مشخص نداریم. موتروانای ما شما در شهر کابل است بسیار بیچاره و بسیار غریب است، در هر چوک ایستاد میشه. همین پلیس ترافیک کل روز یا مثلا موتور پنچر کده و نمو ډرایور ته میشه کدی یا مثلا یک چیره میزنه و به جای میکه پلیت بزنه شیشه را میزنه که شیشه شکسته شده باز به نمون جنجال میشه، حل و فصل میکنیم ان شاء الله. یعنی مسئله که کلا نیست. بسیار خوب، بسیار خوب. چند سال دارین جناب رئیس و از کدام ولایت افغانستان هستین؟ اون ما تقریبا 52 ساله و 53 ساله باید میباشیم. از ولایت غزنی هستیم. از کدام ولسوالی هستین؟ از ولسوالی اندر. اندر. خب بسیار خوب، نزدیک هستیم. دیاک اندر نزدیک است، درست رئیس؟ بله. ما از دیاک هستم. در رسانه های مختلف زمانی که شما به حیث رئیس ترافیک کابل معرفی شدین، خبرهای به گوش ما رسید که گویا شما در پاکستان کار آزاد را انجام میدادین. حالا از طریق برنامه سراچه میخوایم بگویید که آیا او خبرها راست بود، دقت داشت؟ یک برای ما شما واضح بسازیم. ما الحمدلله که در وقت ابتدای تاریخ از او وقت تا امروز ما خدمت میکنیم در امارات. پیشم در امارات گذشته الحمدلله در بسیار کلان پوسته ها کار کردیم. در وزارت دفاع بودیم، وزارت دفاع و رئیس مالی وزارت دفاع تیر شدیم و نمو کار کردیم. بعد از سقوط امارات که ما تا آخر لحظه ما در جهاد بودیم، هند تر شایکوت که مثلا کار امریکا میشد و نمو بعد از او که از بندیخانه خلاص شدیم برآمدیم، به خانه خود مثلا رسیدیم، به کار خود، به جهاد خود. یعنی خانه و بچه خو یک چیز خو میخوای که ریسک حلال پیدا کنی. بعض یعنی میکسب و کار کردن خو حرام نیست. رسول الله صلی الله علیه و آله الکاسب و حبیب الله، کاسب کس و نمو دوست خداست. ما با کسب و آزاد مشغول بودیم، یقینا یعنی کار میکردیم، مزدوری میکردیم، برای بچه خود ریسک حلال میآوردیم. به خدا بینیم ما با کار خود که مشغول بودیم یعنی نبودیم. ما الحمدلله بسیار فعال امارت اسلامی مجاهدین بودیم، الحمدلله بسیار خوب فعال دلگی داشتیم. در غزنی مجاهدین داشتیم، خدمت و امور میکرد. کلی امارت ما را میشناسه. یعنی رقم نبودیم که ما اونجا مثلا که در رسانه ها گپ شد، یعنی اونجا شیسته بود اینجا ما در رئیس ترافیک شد. نه، الحمدلله که رهبری خود در هر جای ما میرفتیم، سفر میکردیم، خدمت کردیم، در بسیار شعبه کار کردیم. یعنی شما در پاکستان، پشاور پاکستان نانوایی داشتید؟ نه، در پاکستان پشاور ما بیش نانوایی نداشتیم. برادرای ما داشته در کویته. در کویته. چرا ما برای شما معلوم است تو از دیک هستیم، ما از اندر هستیم. بله. قومای ما که برای شما معلوم است، ما اکثر قومای ما نانوایی داره. هم در دبی، هم در سعودی، هم در پاکستان. بله بله. ها، یعنی که برادرای ما داره، ما در برادرای خود میشستیم. یعنی خوب. و غریبی هم عیب نیست، و رزق حلال پیدا کردن هم عیب نیست و این کار فوق العاده است. بسیار ما دوست دارم بشنوم که از کجا شما دستگیر شده، چطور بندی شده، چقدر وقت در زندان بودین؟ یعنی خو که ما اینجا که دیگه در ولایت خود گزاره نمیشد، تکلیف نبین شد، هجرت کردیم، در پاکستان دستگیر شدیم. تقریبا یک سال ما بندیخانه خود تیر کردیم. بعد از او در پاکستان دستگیر شدیم. خب بعد آمدین افغانستان غزنی؟ بله، چرا نآمدیم؟ داور و در غزنی و در بسیار ولایت‌ها بعد از ریحه آمدیم، رفتیم، کار میکردیم. بله. خب بسیار خوب. در بخش‌های نظامی کار کردیم؟ در بخش‌های نظامی و در بخش‌های صحت و در هر بخش کار کردیم. صحت؟ دکتر هم بودین؟ بله. امی فارمیسی و کمکای اولیه که مجاهدین مثلا زخمی میشد، یعنی فاسمانه و چیز ما کورش کردیم او میتانیم بسیار خوب. خودم که اینجا زخمی شدیم، فاسمانه خود ما میکردیم که دکتر ما بیت ما خود میکردیم. خب چطور رئیس خانه بودین یا نه عملی فقط خودتان کار کردین؟ چه نه، عملی کار کردیم که مجاهدین الحمدلله در صحت بخش صحت مکمل. خب چقدر خوب. از روزی که شما رئیس یعنی استاد ما شما که علی در جمهوریت هست دکتر صابامین، یعنی استاد ما است در فارمیسی. خب نام خدا خیلی از تحصیلاتتان قصه کنین. مکتبم خواندین رئیس؟ مکتبم خواندیم او مکتب بعد از او ما الحمدلله مدرسه خواندیم. از مدرسه مکمل دستاربندی کردیم، یعنی ما شما که میگیم ولا دوره ولوی دوره حتی تا افتا الحمدلله کورسا خواندیم، افتا را هم کردیم. بسیار خوب. بعد از اینکه شما رئیس ترافیک کابل معرفی شدین، از قوانین خودتان مطالعه کردین؟ بله، قوانین مطالعه کردیم و بعد از او که ما شما کورسای ظرفیتی های میگیم که ارتقای ظرفیتی به اشتاب کالج معرفی شدیم، اونجا کورسا هم خواندیم در اشتاب کالج و از اونجا ماشاءالله بسیار با چی خوب از استادا که مجلس کردیم، از استادا فرساندم کردیم میتونیم، از دیگرها خوب نمره هم گرفتیم در این چیزها الحمدلله. خب نشک نمره رو با استا گرفته باشه نه خوب پرسند کده میتونیم اونجا انشالله. چقدر خوب. غذا پخته کردن یاد دارین رئیس صاحب؟ اگر بگوین بله چی رو میتونین که خوب بپزین مزه‌دار بپزین؟ کس که طالب باشه در مدرسه سبقه خوانده باشه او مختلف زندگی به سر ازیا مختلف حوقات آورده باشه اون غذا پخته کده چاره نمیتانه بسیار خوب میتانیم ها کردیم میتانیم پختهش کنیم. برای اندوالای پخته کردیم، در سنگر پخته کردیم، در مدرسه پخته کردیم. علی ما شما بخوای پخته کده میتانیم. خب میتانیم چی را خوب پخته میتانیم؟ بس از هرچی از سبزی گرفته تا گوشت انشالله خوب پخته میتانیم. والا به شک داد ما خدا اونمون که میگه که هر انگشت یک چراغ است که از شما ما مترز دیگه دیگه. پس نه الحمدلله علمی خوب میتانیم. بسیار خوب. بخیر باشین. وقفه داریم عزیزایم، پس از وقفه میاییم بخش آخر برنامه را دنبال کنین، تماشا کنین، قصه های جالب دیگه هم از جناب رئیس صاحب مانده. با ما باشید. بازم خوش آمدین بخش پایانی برنامه و حالا چند نام را میخوایم به رئیس صاحب نوشته کنم در مورد این چهره ها نظرشان بشنویم. اولین نام از محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع امارت اسلامی افغانستان. مولیسا محمد یعقوب مجاهد خو دا خود دست سری زوی ده سیم امیرالمؤمنین محمد عمر مجاهد، نو دغه په باره کې لمه پختنه کوي دوه باره کې دا ډیر حالات سره او موږ ډیر اعتماد باندې لرو. الله تعالی دې ته نور هم د خیر ژوند ورکړي، خدای دې نور هم د خدمتونو توفیق ورکړي. دا د افغانستان او د اسلامي امارت یو افتخار ده. به خیر باشید. یک جمله در مورد پلیس ترافیک میخوایم ازتان بشنوم. پلیس ترافیک د افغانستان دا څه به درته وایم، په دې کې دا ډېر ښه خلک دي، دا خادمین د وطن دي او الله تعالی دوی ته نور هم توفیق ورکړي چې ښه خدمت وکړي. آقای رمضان بشردوست وکیل مردم در فرانسه جرگه حکومت پیش رمضان بشردوشت خو ماشاءالله کلی مردم افغانستان میشناسه، یک آدم خوب راستگو او با ملت جگرخون میشد که کتی اونمو ما مصاحبه از زیر میشنیدیم، خوب نظر داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا. یعنی میخو برای شما از یک چه خاطره آدم پرسند کنه، یعنی میخو یک ظالم دشمن الله و دشمن رسول دشمن ملتا، یعنی میخو به کلی معلوم است که کس برای جان خود فایده رساندن نمیتونه، او به دیگرها چی برسانه؟ خود به الله و به رسول الله به رسول الله صلی الله علیه و ایمان نمیاره که نه آورده، یعنی می خود زندگی دنیا و آخرت از خراب است، هیچ فایده برس از این خو گفتنی نداریم برای از این، یعنی داریم که خدا تعالی میره هدایت کنه که مسلمان شو. چند روز پیش یکی از چهره های معروفشان مسلمان شد. خدا تعالی میره هدایت کنه میکول کبره که مسلمان شو، از جهنم نجات پیدا کنه به جنت برو. آقای شیر محمد عباس دوستان زای موین وزارت خارجه اجي صاحب شر محمد عباس ثاني زای صاحب خو د موږ ټولو افتخار ده د ټولو افغانانو د ټول امارات دا هغه سره د ماشاءالله سي دي په سیاسي میدان کې په هر ځای کې د اسلامي امارات او د افغانستان د خلکو خنه مندګي کړی ده موږ ځنه خوشاله یو په د باندې افتخار کوو الله دې نور هم د خدمتونو توفیق ورکړي خدای پاک دې په عمر او په علم او په هر څه کې برکت واچي بخیر باشین زنده باشین خودتان در حال حاضر جواز رانندگی دارین جناب رئیس؟ بله ما جواز رانندگی داریم الحمدلله خب چقدر است پولی که باید تحویل شود رئیس؟ پولی جواز رانندگی ما شما 810 روپیه تحویل میشه خب 810 روپیه تحویل میشه از پول بیت المال تایید کردید یا از پول شخصی تان؟ نه بیت المال خب ما حق نداریم اون پول شخصی که از ماش برای ما داده شده از اون جمع کردیم پیسه خوب شد که معاش گفتین معاشتان ماهانه چقدر چی مقدار است؟ معاش ماهانه تقریبا 20000 است 20000 20000 با 20000 میشه چاره گنجایش خب باز وقتی رهبری خود رابطهش میکنیم که نمیگذاره نمیشه با کمک کنه ما کارهای شخصی هم خود داریم الحمدلله مشکل نیست خواه ما که 3 سال بغیر معاش گذاره تیر کردیم 3 سال مثلا در امارات شروع از ابتدا تا این وقت ما به امارات به خاطر معاش وظیفه اجرا نمیکنیم ما به خاطر خدمت خود اگه معاش باشم ما میکنیم نباشم ما اجرا میکنیم ما برابری خود به ملت خود اطمینان دادیم که 3 سال ما مفت خدمت شما را کردیم بعد هم ان شاء الله تا عمر خود مفت خدمت میکنیم یعنی که معاش پیدا شو یعنی خو نور علی نور است نور علی نور است فعلا در کجا زندگی میکنین و فامیل هم فعلا در کابل همراهش الحمدلله پیر روز اول که الحمدلله الله تعالی اسلامی امارات را برای نصیب کرده خانه را آوردیم در کابل شهر کابل زندگی تیر میکنیم در کتب وطندارای خود یک جای گذاره میکنیم بهترین دوستان در امارات اسلامی کیست ما برای شما بگیم هر کس که در امارات خدمت میکنه با صداقت و نمو دوستای ماست خو زیات مینه او محبت کې داریم په مخلصین امارات به کلانهای امارات مامی خوردا که د چک پوینټ ایستاد است که وظیفه خود اجرا میکنه بسیاری برای ازیا تعلیم معاش نداده شده کلمه د چک پوینټ ایستاد است به هر کس یک ونمو که خیانت میکنه ظلم میکنه که ونمو میگیم که برادر یعنی رای حل نیست یعنی ملت ما هر کس زده باید ما شما را بزنیم روزانه چند ساعت کار میکنین یک کار ما شما رسمی کار است که صبح شروع میشه از 8:30 تا 3:30 کوشش میکنیم ما به رسمیت تعلیق نکنیم که مثلا رسمیت از کارش کنیم شروع کنیم کوشم تا وقت که ما استراد باشیم صحت باشیم کار میکنیم علمی در وقت رسمی خو هیچ ناغگی نکردیم بعد از رسمیت ما الحمدلله وظیفه اجرا میکنیم خاطره تلخی که در امی روزا یا در امی ماها اتفاق افتیده چی بوده برتان؟ در اینمی وقتا؟ آها در امی چند مدت خاطره تلخ علمی است که از مردم ما و شما ملت ما و شما بسیار رنج دیده علم که از بیرون گفا میزنه یا اینجا گفا میزنه یا یک دیگه جای مثلا یعنی شورشا و بعضی گفا میشه به یعنی ما زیاد خفا میشیم که دیگه به ملت و به وطن خود رحم کو خود که کدی به اونمو توبه بکش یعنی چیزاست یعنی دیگه مشکل درمی روزا الحمدلله نداریم بخیر باشین تشکر جناب رئیس از اینکه حضور پیدا کردین یک بار دیگه ما تشکر میکنم از شما و از مشخصا از پلیس ترافیکایی که در شهر کابل مصروف راهنمایی موترها هستند با وجود از اینکه چراغ ترافیکی وجود داره اما باز هم یک پلیس ترافیک بیچاره مجبور است باشه به خاطر نظم شهری تشکر میکنم ازشان خداوند همیشه همراهشان باشه ما ملت همراهشان هستیم مشخصا ما خود هر شرایط همراه تمام ماموران پلیس ترافیک شهر کابل و شهرهای مختلف افغانستان هستم سپاسگزار شما رئیس بخیر باشید تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتید شما هم رحمت صاحب از کارمنده شما به همه ملت به همه دوستا یعنی میگیم که دعا یعنی میکنیم که الله تعالی دیگه نظام اسلامی خدا تعالی دائم و قایم کنه از مشکلات دیگرا ما شما خدا تعالی نجات بده یک خوب خوشحال افغانستان ما شما داشته باشید بخیر باشین سپاسگزار تشکر از شما تا برنامه بعد که باز هم حضور شما میایم هم شما رو به خداوند میسپارم همیشه خوبی و خوشی از آن شما باشه که دیگر دوست داشته باشین با هم دیگر مهربان باشین و هیچگاه نخواهین هم دیگر تخریب کنین خدا نگهدارتان خداحافظ دوستا خدا نگهدار تشکر جناب رئیس